سلام بینندگان عزیز، حالتون چطوره؟ تو این ویدیو قراره بهتون بگیم که چگونه از طریق ترکیب زنجبیل با پیاز بتونید ریه‌هاتون رو درمان کنید. افرادی که سیگار میکشن این دستورالعمل رو حتما به خاطر داشته باشن. همچنین کسایی که میخوان ریه‌هاشون رو تقویت کنن بهتره که با این معجون که با زنجبیل و پیاز درست میشه بیشتر آشنا بشن. و خوشحال میشم که همراه ما باشید. کانال ما رو سابسکرایب کنید و برای اطلاع از ویدیوهای بعدی ما دکمه زنگولکی کنار سابسکرایب رو بزنید. تأثیر اصلی معجون پیاز و ریشه زنجبیل خانگی ناشی از میزان بالای آنتی اکسیدان ها و ترکیبات سمزدا و ضد التهابشه. خواص موجود در ترکیبات دیگه باعث میشه که اثرات سیر چند برابر بشه، چون پیاز، زنجبیل و زردچوبه حاوی خواص ضد ویروسی و قدرت دفاعی بدن رو بالا میبرند. معجون پیاز و زنجبیل همچنین باعث دفع مواد زائد جمع شده در ریه میشن و به ریه سیگاری ها و افرادی که ریه های ملتهبی دارن بسیار کمک میکنه. مواد لازم این معجون چیه هستش؟ نیم لیتر آب، 200 گرم شکر یا عسل، پیاز نیم کیلو، ریشه زنجبیل تازه یک تکه، زردچوبه یک قاشق چایخوری و سیر له شده 3 حبه. قبل از هر کاری نیم لیتر آب بجوشونید. زمانی که آب به جوش اومد پیازهای تمیز و شسته شده رو با 50 گرم زنجبیل و 2 قاشق عسل و زردچوبه رو به اون اضافه کنید. شما میتونید از شکر هم استفاده کنید، ولی سالم ترش اینه که عسل استفاده بشه. اجازه بدید پیازها به مدت 35 تا 40 دقیقه با حرارت ملایم بپزه. هر از گاهی مواد رو هم بزنید تا به مرور نوعی شربت حاصل بشه. به تدریج که مواد غلیظ و پیازها کاملا پخته شد زیر شعله رو خاموش کنید و در ظرفی بریزید. اجازه بدید مواد به مدت 1 ساعت بمونه تا خواص تمام مواد آزاد بشه. در مرحله بعد لازمه که محتویات این ماده رو صاف کنید تا شربتی با بوی کم و بیش تند حاصل بشه. نگران طعم نوشیدنیتون نباشید، چون طعمش از بوش بهتره. این نوشیدنی رو داخل شیشه ریخته و در محلی خنک و دور از نور آفتاب نگهداری کنید. میتونید نوشیدنیتون رو داخل یخچال قرار بدید، اما بهترین روش نگهداری اون دمای محیطه. در این صورت نوشیدنیتون نه زیاد خنک و نه خیلی گرمه. میتونید این اکسیر پاک کننده ریه ها رو صبح، بعد از ظهر یا شب بنوشید. کافیه که هر بار 2 قاشق میل کنید. بهتره که 1 قاشق صبح زود و به صورت ناشتا میل کنید. خواهید دید که بعد از مدتی با مصرف این اکسیر احساس بهتری خواهید داشت، چون ریه هاتون تمیز و سمزدایی میشه. حالا بیایم یه خورده از خواص مواد این اکسیر بگیم. بدونید که اسانس‌های گیاهی برای تمیز کردن و پاکسازی ریه‌ها بسیار مؤثرند. پیاز یکی از درمان‌های شگفت‌انگیزه که روی ارتقای سلامت ریه‌ها تأثیر می‌ذاره. به ویژه اینکه افراد سیگاری به دلیل جذب سموم ترکیب دخانیات نیاز بیشتری به این کار دارن. پیاز خاصیت خلط‌آور داره و باعث شل شدن عضلات راه‌های تنفسی و افزایش جریان هوا به ریه‌ها میشه. به این ترتیب که از حفره‌های دهان التهاب زدایی می‌کنه و به دفع بخشی از عناصر آسیب‌رسان و بیماری‌زا کمک می‌کنه. تو این دمنوش زردچوبه هم وجود داره که برای درمان و تمیزی و پاکسازی ریه‌ها مناسبه، چون حاوی کورکومینه. کورکومین و کورتیکوئید ها باعث میشن که عفونت ها در ریه ها از بین بره و باعث تمیزی ریه ها میشن. مورد بعدی که تو این دمنوش وجود داره زنجبیل هستش که برای ارتقای سلامت سیستم تنفسی شهرت زیادی داره. باعث باز کردن و همچنین تخلیه خلط های ریه هستش. یه ماده آنتی باکتریال واقعی ضد التهاب و همچنین ضد عفونی کننده فوق‌العاده‌ای هستش. البته شما میتونید از پیاز و عسل به صورت تکی هم استفاده کنید. شاید بپرسید چطوری درست میشه؟ به یه پیاز متوسط 2 لیوان آب، 1 عدد آب لیمو ترش و 2 قاشق عسل نیاز داریم. پیازها رو پوست بگیرید و به قطعات درشت خرد کنید. سپس اونها رو با 2 لیوان آب به مدت 15 دقیقه بجوشونید. سپس زیر شعله رو خاموش کنید و اجازه بدید به مدت 5 دقیقه استراحت کنه. 2 قاشق عسل و آب 1 عدد لیمو ترش رو به اون اضافه کنید. میتونید روزانه 2 تا 3 بار از این نوشیدنی بنوشید. همچنین یه روش دیگه هم وجود داره. به 1 عدد پیاز و 2 الی 3 قاشق معادل 50 تا 70 گرم عسل نیاز داریم. پیاز رو بشورید و به قطعات ریز خرد کنید. اون رو داخل یه ظرف شیشه‌ای بریزید. حالا عسل بهش اضافه کنید. بذارید یه شب بمونه.
صبح روز بعد ترکیب را از صافی رد کنید و شربت به دست اومده را در طول روز مصرف کنید. میتونید این شربت رو به صورت خالص یا رقیق شده در آب میل کنید. توصیه میکنیم هر دو ساعت یک بار از این شربت مصرف کنید تا زودتر به نتیجه برسید. البته شما میتونید زنجبیل و عسل رو هم به صورت تکی استفاده کنید. در واقع این روش رو هندی ها ابداع کردن. این معجون هم خاصیت ضد سرفه و همچنین تمیز کننده ریه داره و میتونه برای دستگاه تنفسی معجزه کنه. همچنین برای قلب هم مؤثره و باعث تقویت سیستم ایمنی بدن میشه. حالا چطوری درست میشه؟ روش اولش اینه که معمول هم هستش، چند برش نازک از زنجبیل تازه رو در یه ظرف کوچیک قرار بدید و مقدار یه لیوان آب کمی بیشتر به اون اضافه میکنیم و اون رو روی شعله گاز میذارید تا به مدت 10 تا 20 دقیقه بجوشه. سپس اون رو صاف میکنید و به محلول اجازه میدید تا کمی خنک بشه، چرا که در صورت داغ بودن عسل خاصیتش رو از دست میده و بعد از اون یه قاشق عسل به اون اضافه میکنید و بعد از اون آب لیمویی تازه رو به اون اضافه میکنید. میتونید این معجون رو با برش‌های لیمو و کمی نعنا تزیین کنید و نوش جانتون کنید. روش بعدم لایه لایه قرار دادنه. اگرچه همواره توصیه میشه که معجون زنجبیل و عسل رو به صورت تازه مصرف کنید، اما اگه شما هم وقت این رو ندارید که هر روز صبح این ترکیب رو به صورت تازه مصرف کنید، میتونید از این روش استفاده کنید. برای این کار ابتدا یک شیشه کامل تمیز و خوش رو انتخاب میکنیم و سپس کف اون رو به اندازه نیم تا یک سانتی متر از عسل پر میکنیم. سپس بر روی اون برش های نازک لیمو، در واقع 3 برش یا بیشتر، و 1-2 برش نازک زنجبیل قرار میدیم و دوباره عسل رو روی اون میریزیم. این پروسه رو تا پر شدن کامل شیشه ادامه میدیم و سپس درب شیشه رو میبندیم و داخل یخچال قرار میدیم. اکنون میتونیم هر روز صبح یه قاشق از این ترکیب رو برداریم و با آب گرم مخلوط کنیم و سپس میل کنیم. یادتون باشه که این معجون خاصیت رقیق سازی خون رو داره و اگر از داروهای رقیق کننده یا فشار خون استفاده میکنید، قبل از این معجون حتما باید با پزشک خودتون مشورت کنید. همچنین یکی از خواص فوق‌العاده دیگه پیاز و زنجبیل اینه که برای درمان ریزش مو میتونه به صورت معجزه‌آسا عمل کنه. زنجبیل به دلیل خاصیت ضد التهابی شناخته شده است. برای تهیه آب پیاز و ماسک زنجبیل برای رشد مو باید زنجبیل و آب پیاز رو ترکیب کنید. هر دو رو به نسبت مساوی بردارید و خوب مخلوط کنید. بعد از اتمام این مخلوط رو بر روی پوست سرتون بمالید و با حرکات دورانی به آرامی پوست سرتون رو ماساژ بدید. حدود یک ساعت بعد سرتون رو با یه شامپوی ملایم بشورید. میتونید این ماسک رو در روزهای متناوب انجام بدید و ازش استفاده کنید. زنجبیل ضمن کاهش ریزش مو باعث بهبود کیفیت مو، گردش خون رو هم افزایش میده. مرسی از همراهیتون تا آخر این ویدیو. امیدوارم که این ویدیو براتون موثر بوده باشه. تا ویدیوی بعدی، شب و روزتون خوش و خدا یار و نگهدارتون.